سلام بچه ها، روزتون بخیر، خسته نباشید. پور میرزایی هستم، مدرس زیست شناسی. امیدوارم که حالتون خوب بوده باشه. امیدوارم این چند وقتی که از درس خوندنتون شروع شده خوب گذشته باشه. حالا امروز ما داریم کلاس زیست شناسی آنلاینمون رو استارت میزنیم و ایشالله که کلاس های خیلی خوبی باشه برامون و بتونیم از این کلاس ها نتیجه خیلی خوبی هم بگیریم. بچه ها من اول یه مقداری صحبت دارم باهاتون، بعد میرم سراغ درس و سراغ اون کارهایی که باید انجام بدیم. ببینید، خب یه شرایطی الان به وجود اومده، این شرایط ازش نمیشه فرار کرد. برای همه کشور این اتفاق افتاده، برای همه دنیا این اتفاق افتاده و بهترین کار اینه که خودمونو با این شرایط وقف بدیم. بچه ها ببینید، ما یه قضیه توی زیست شناسی داریم به اسم انتخاب طبیعی. حالا امسال میخونید در فصل 4 سال 12. انتخاب طبیعی میاد به ما اینو میگه، میگه طبیعت میاد افراد سازگارتر رو انتخاب میکنه، نه افراد قوی تر، نه افراد ضعیف تر، نه بزرگتر و نه کوچیکتر. اونایی که سازگاری پیدا میکنن رو طبیعت انتخاب میکنه و نگهشون میداره و اونایی که عدم سازگاری دارن رو کلا از محیط حذف میکنه. من به نظرم کرونا هم امسال یه همچین قضیه رو پیش آورد و برای کنکوریای 99 دقیقاً این صدق کرد، این تعریف. یعنی کنکوریای 99، خب من الان 11 سال تدریسمه و خیلی مدت طولانی نسبت به بچه‌های دیگه با ما بودن، تقریباً 14 ماه با ما بودن و تا روز آخر ما دیگه رهاشون نکردیم. کلاس، رفع اشکال، تست، همه اینا بود و اینا وقتی رفتن سر جلسه کنکور فقط و فقط بچه‌هایی توی رقابت باقی موندن، فقط بچه‌هایی مدعی بودن که تونستن شرایط رو مدیریت کنن. کدوم شرایط؟ شرایطی که کلاس حضوری نیومدن، شرایطی که درسشون آنلاین خوندن، شرایطی که تاریخ کنکورشون عقب افتاد، تاریخو یه بار دیگه انداختن عقب، دوباره فرداش برگردونن سر جاش. خیلیا تو این بازی حذف شدن و فقط اونایی باقی موندن که محکم بودن، اونایی باقی موندن که خیلی زیاد پشت کار داشتن، هدفشون براشون قداست داشت، مقدس بود و اینا تونستن که توی کنکور 99 نتیجه خوبی رو برای خودشون رقم بزنن. حالا جوابا که نیومده ولی خب از کنکورشون خبر داشتن. شما هم امسال همینه بچه ها داستانتون. ما خیلی از کلاس ها رو از تیر ماه شروع کردیم، الان دیگه میره توی تعطیلات تابستونی و دوباره از 15 شهریور شروع میشه، ولی خیلی از بچه ها مثل شما در کلاس های حضوری نتونستن شرکت کنن، که البته تازه کلاس هم همیشه حضوری نبوده، چند جلسه حضوری، چند جلسه آنلاین. الان بچه ها امروز 3 شهریوره، این 3 شهریور به تو داره یک زمانی آلارم میده که تو 10 ماه تا کنکور سر وقتت فرصت داری. کنکور سر وقت یعنی اگر کنکور 14 تیر 13 تیر برگذاشه، تو این 10 ماه باید حد اکثر تلاشتو بکنی، تو این 10 ماه باید تمام نیرو انرژیتو بذاری تا بتونی نتیجه مطلوبو بگیری، تا بتونی به اون چیزی که لیاقتشو داری برسی و نگران این قضیه نباش که ای وای شهریور من شروع نکردم فلان آنلاین. نه، این شرایط الان برای همه هست و همون صحبت اولم، طبیعت الان انتخاب میکنه که کی سازگارتره با این شرایط. پس سعی کن از این بستری که فراهم شده، سعی کن از این کلاس‌های آنلاینی که حالا آموزشگاه برات گذاشته، اساتیدی که میان زحمت میکشن، استفاده کنی، به نحو احسن استفاده کنی، تمام راهکارهایی که میتونه کمکت کنه رو اجرا کنی تا به یک نتیجه خیلی خوبی برسی. پس یادمون باشه یه 10 ماه فرصت داریم تا کنکور 1400. رقبامون هم مثل ما با همین شرایط، تازه بدتر از این دارن طی میکنن این مسیر رو. آدمی که باهوش باشه، آدمی که درست پیش بره، آدمی که قدر داشته هاشو بدونه و میدونه که نباید معمولی زندگی کنه و عالی زندگی کنه، تو این مسیر 10 ماه خیلی خوب پیش میره و به نتیجه میرسه. خب بچه سب که درست دادن من اینه، من یک تخته نوشتی دارم که حالا آشنا میشید، مینویسم پای تخته، با هم دیگه اینجا تکرار میکنیم خیلی زیاد، اینجا به اصطلاح میپرسم جواب میدید، همه با هم تکرار میکنن. یه جزوه ای داریم که پر از نکته است، یعنی نکته هایی که خیلی زیاد در کنکور 99 اومد بچه ها و حالا یه سری از اساتید میان تطبیق میزنن. به نظر من اون تطبیق زدن خیلی خنده داره، چون اگه تو معلم خوبی باشی، جزوت خوب باشه، خب مسلما چیزایی که تو جزوت هست باید توی کنکور بیاد. خیلی از نکته ها توی کنکور اومد،
کنکور امسال یک کنکور مفهومی بود و پر از اشکال، البته مثلا سوال 153، سوال 158، سوال 163، سوال 170، اینا همه‌شون جواب درست و درست‌تر داشت، یعنی به نوعی انگار ویرایش نشده بود. یک تا هم که اصلا یک کلمه ای رو پرسیده بود که از نظام قدیم بود، اصلا تو نظام جدید بحثی توش نبود. بنابراین امسال من تمام سعیم میکنم که هم با نوشته های خودم هم با جزوه خودم دانش آموز را بندازم و تستایی که میزنه، تمرینایی که میکنه، سوال و جواب و آزمونایی که گرفته میشه، ایشالله یه نتیجه خیلی مطلوبی رو با هم دیگه بگیریم. خب بچه ها بریم سراغ درسمون، ببینیم توی درسمون چه اتفاقی میفته. ما از سال دهم شروع میکنیم، از سلول شناسی شروع میکنیم. خب طبق تجربه‌ای که دارم، طبق تجربه‌ای که این چندین ساله به دست آوردم، بچه ها سال دهمشون رو خوب نگذروندن و از همون پای بست دوچار مشکلن. یاخته رو نمیشناسن به خوبی، سلول رو به خوبی نمیشناسن، اندامک رو به خوبی نمیشناسن، غشا رو نمیشناسن و تبادلات و بافت ها رو خوب نمیشناسن. بنابراین یه وقتی وارد یه فصلی مثل گوارش میشن، وارد یه فصلی مثل قلب میشن، وارد یه فصلی مثل تولید مثل میشن، کلن کپ میکنن، یعنی یه شوکی پیدا میکنن، استوب میکنن. بنابراین بهترین اتفاق اینه که تو از اولش سلول و اندامک و غشا و هسته رو خوب بشناسی. پس لطفاً با من دیگه شروع کنید به نوشتن. اون چیزایی که پای تخته میگم و قشنگ خوب یادداشت کن، تکرار کن، یاد بگیر و ایشالله بعدش میریم سراغ جزوه. خب بچه ها بنویسید با من لطفاً. بچه ها خیلی خوب به من گوش بدید، خیلی عالی به من گوش بدید. یه تصویری اینجا کشیدم، اول با هم دیگه مثال بزنیم، بعد بریم روی تصویر صحبت کنیم، بعد اندامک‌ها رو دونه دونه بررسی میکنیم. بچه ها ما یاخته رو میایم اینجوری فرض میکنیم، میگیم یاخته یک سلول رو میاد کلمش تعریف میکنه که این سلول بخشای مختلفی داره و از در کنار هم قرار گرفتن این یاخته‌ها، از کنار هم قرار گرفتن این سلول‌ها بافت ایجاد میشه. بافتا کنار هم اندام رو ایجاد میکنن، اندام ها کنار هم دستگاه رو ایجاد میکنن و حالا میشن اجزای بدن. بچه ها هر سلول دارای یک دیوار است که ما بهش میگیم غشا. فرض کن تو این استودیویی که من هستم، فرض کن تو اون اتاقی که تو قرار داری،
دیوار اتاق میشه غشای اون اتاق. بچه دیوار اون اتاق اومده اتاق رو از جای دیگه خونه جدا کرده، اومده فضای اتاق رو محصور کرده و اون محیط اتاق از محیط دیگه خونه جدا کرده، به این میگن غشا. پس در سلول هم ما یک دیواره داریم به نام غشا که اومده یک سلول از سلولای دیگه و در اون فضا چیکار کرده؟ جدا کرده. پس این میشه غشا. فرض کن تو اون اتاقی که حضور داری وسطش یک محیطی رو انتخاب میکنی و اسمشو میذاری هسته. هسته اصولا در وسط یک سلول قرار داره، پس وسط اتاقت شد هسته که ویژگی های خاصی داره. یک داره دو عدد غشاه، یعنی خود هسته فضاش از جاهای دیگه یه سلول اومده با اون غشا جدا شده، که این غشاها منفذ دارن، پیوسته نیستن. بچه منفذ دارن به خاطر حرکت آرنا یا همون امارنایی که در فصل 2 سال 12 میخونید. درون هسته جایگاه ماده ژنتیکه، ماده ژنتیکی که برام تو میشناسی، ماده ژنتیکی که در فصل 1 سال 12 راجبش کتاب خیلی صحبت میکنه، اسمش دی ان ای یا دناست، که طبق تعریفی که داریم میگیم از نسلی به نسل دیگه منتقل میشه و تقریبا دست نخورده باقی میمونه. یعنی من از پدر و مادرم به ارث میگیرم، در سراسر طول عمرم حفظش میکنم، به نسل بعدم هم منتقلش میکنم. حالا دی ان ای میشه حاوی اطلاعات وراثتی، تمام اون ویژگی هایی که الان من و تو داریم درون دی ان ای مون نهفته است. دستور ساخت پروتئین های بدنمون رو دی ان ای میده که در فصل 2 سال 12 خیلی زیاد راجبش صحبت میشه. پس یک سلولی داریم که غشا داره، این غشا اومده سلول رو از جای دیگه جدا کرده، سلولمون وسطش اصولاً به عنوان هسته در نظر گرفته میشه که هسته دو غشا داره و هسته محل حضور دی ان ای است، که دی ان ای ماده ژنتیک ماست، حاوی اطلاعات وراثتی ماست، دستور ساخت پروتئین ها رو در ما میده. اما بچه ها وسط اتاقتون رو گرفتید هسته، اطراف هسته هر چیزی که توی اتاق موند رو بهش میگن سیتوپلاسم. پس سیتوپلاسم فضای اطراف هسته است، یعنی هر چیزی تو سلول بجز هسته رو بهش میگی سیتوپلاسم. تو همین استادیو یه دیواره ای هست، یه دیوارهایی هست به عنوان غشا، وسط استادیو میشه هسته، اطراف هسته میشه سیتوپلاسم. حالا خوب گوش بده، من داخل فضای این استادیو هستم، دوربین داخل فضای این استادیو، میز، گوشیم، کیفم، همه اینا توی فضای این استادیو هن. یعنی توی سیتوپلاسم این استادیو حضور دارن، به اینا میگن اندامک. تو توی اتاقتی، در سیتوپلاسم اتاقتی، میزت هست، جزوت هست، کتابت هست، دفترت هست، همه اینا میشن اندامک هایی که درون سیتوپلاسم قرار میگیرن. پس یه دور با هم مرور کنیم. سلول یک غشایی داره که اومده فضای سلول جای دیگه جدا کرده، هسته داره دارای دو غشاه و هستش محل حضور دی ان ای است، اطراف هسته رو میگن سیتوپلاسم، اجزای درون سیتوپلاسم رو میگن چی بچه ها؟ اندامک. حالا یه نکته ای دانش آموز میگه آقا میتونیم سیتوپلاسمی رو مثال بزنیم که اندامک نداره باشه؟ میگیم بله، اصلا تعریف داریم راجع به این، در فصل 5 سال 12 هم هست. بچه ها سیتوپلاسم بدون اندامک رو بهش میگن سیتوسول یا سیتوزول، که محل یک سری فعل و انفعالاتی به اسم قندکاف یا گلیکولیزه. پس اگر تو الان اون اتاقی که توش هستی کلن خالیش کنی، کلن خالیش کنی، همه اجزا رو بریزی بیرون، اتاقت سیتوپلاسمشو داره ولی سیتوپلاسمش اندامک نداره، که بهش میگن سیتوسول. خب اینا میشه تعریف یک سلول یا تعریف جامع سلول. حالا میخوایم دونه دونه اجزا رو بررسی کنیم. نگاه کن، هسته رو اینجا نوشتم هسته دارای دو غشایی که غشاها منفذ دارن. اگه خوب دقت کنی غشاها اینجا منفذ دارن برای عبور آرنا که بعداً میخونی و محل حضور دی ان ای است. راجب دی ان ای نوشتم دستور ساخت پروتئین رو میده، حاوی اطلاعات وراثتی و به دی ان ای اصولا میگن ماده ژنتیک که بعداً تو سال 12 میخونیم که چجوری کشف شده. اندامک اولی که میخوایم با هم دیگه مرور کنیم و خیلی مهمه شبکه اندوپلاسمی. بچه‌ها خیلی زیاد، خیلی خیلی زیاد راجع به شبکه های اندوپلاسمی من و تو میخونیم. بچه ها شبکه اندوپلاسمی زبر داریم و شبکه اندوپلاسمی صاف. دانش آموز میگه آقا شبکه اندوپلاسمی زبر و صاف چه تفاوتی با هم دیگه دارن؟ بچه ها دستامون رو نگاه کنیم، کف دست چپ و راست با هم دیگه هیچ توفیق و تفاوتی ندارن، ولی فرض کن من کف دست راستم میام سنگریزه میذارم، وقتی تو نگاه میکنی کف دست راستم
در حضور سنگریزا زبر به نظر میرسه، ولی کف دست چپ هم همون چیز معمولی و صافی است که وجود داشته. بنابراین حواست باشه شبکه اندوپلاسمی صاف و زبر هم تفاوتشون همینه. شبکه اندوپلاسمی زبر به دلیل حضور ریبوزوم هاست که زبر به نظر میرسه، و صاف چون ریبوزوم ها روش قرار ندارن ما بهش میگیم شبکه اندوپلاسمی صاف. پس انواع شبکه اندوپلاسمی: یک زبر، دو صاف. شبکه اندوپلاسمی زبر به دلیل حضور ریبوزوم هایی که الان ما هم دیگه میخونیم زبر به نظر میرسه، ولی شبکه اندوپلاسمی دیگه که اون ریبوزوم ها رو نداره بهش میگیم صاف. اما وظایفشون چیه؟ اما ریبوزوم چیه بچه ها؟ ریبوزوم مینویسم براتون، یعنی یه تخته خیلی جامع راجع به ریبوزوم باید بنویسم و با هم کلی هم تکرار کنیم. ریبوزوم محل ساخت پروتئینه. خانم دانش آموز، هر چیزی که به عنوان پروتئین برای تو مطرح شد، مثلا آنزیما، مثلا هورمون ها، مثلا نمیدونم سطح غشا پروتئین داره، نمیدونم هر چیزی که به عنوان پروتئین اومد برات مطرح شد، قطعا داخل ریبوزوم ساخته شده. اصلا ربط خور نداره چیزی که پروتئین باشه تو ریبوزوم ساخته نشده باشه، و اینو به عنوان نکته بدون. پس شبکه اندوپلاسمی زبر چون ریبوزوم روش قرار گرفته، محل ساخته چیه بچه ها؟ محل ساخته پروتئینه و مکان پروتئین سازیه. دوم غشا سازی هم میکنه. اما شبکه اندوپلاسمی صاف که برام خیلی مهمه و تو تخته بعدی راجع به این کلسیومه انقدر میخوام برات بنویسم که خودت اصلا کیف کنی ببینی کنکور چی کار میکنه با بچه ها، کنکور چجوری میخواد دانش آموز باسواد رو بار بیاره و بفرسته به رشته های حالا پزشکی و دندون رو داره. بچه ها شبکه اندوپلاسمی صاف یکی از کارهایی که انجام میده لیپید سازی. خب لیپید رو میشناسیم، بعداً هم به عنوان یه ماده وراثتی راجع بهش صحبت میکنیم. لیپید سازی، هر جایی که لیپید سازی میشه، غلاف میلین لیپیده، خود غشا لیپیده، هر جایی که لیپید سازی میشه شبکه ی اندوپلاسمی صاف داره فعالیت میکنه خانم. دوم سمزداییه. سمزدایی زیاد تو کتابمون مطرح نیست بچه ها. ما یه اندامی داریم به اسم کبد. خب کبد بزرگترین غده بدنم هست. یکی از کارهای خیلی مهم کبد سمزداییه. یه اندامه که اسم پراکسیزوم نیست تو کتابت، H2O2 هیدروژن پروکسیدو تجزیه میکنه، شبکه اندوپلاسمی صاف به اون کمک میکنه. پس کار سمزدایی بدن یه بخشیش بردوش شبکه اندوپلاسمی صافه. نکته سوم، شبکه اندوپلاسمی صاف در تنظیم قندمون شرکت داره بچه ها. شما پارسال یه چیزی رو خوندید به اسم پانکراس یا لوزالمعده. پانکراس یا لوزالمعده یه بخش درون ریزی داشت، یه بخشی داشت که هورمون ترش رو میکرد به اسم جزایر لانگرهانس. از جزایر لانگرهانس هورمونی میومد به اسم انسولین، هورمونی میومد به اسم گلوکاگون. انسولین گلوکوز خون یا قند خون رو کم میکرد، گلوکاگون گلوکوز خون رو زیاد میکرد، قند خون رو زیاد میکرد. بچه ها شبکه ی اندوپلاسمی صاف به این دوتا هورمون برای تنظیم قند خونمون داره کمک میکنه. پس حواست باشه یکی از کارهای مهم شبکه ی اندوپلاسمی صاف کمک کردن به تنظیم قند خون به بخش درون‌ریز پانکراس. و نکته آخر، شبکه ی اندوپلاسمی صاف بچه ها کارش ذخیره کلسیومه. خیلی خوب حواست رو من جمع کن. شما تو کنکورتون چند تا یون خیلی مهم دارید، مثلا کلور، مثلا پتاسیم، مثلا سدیم، مثلا کلسیم، خیلی مهمن. یعنی طراح به قدری دستش بازه برای تست دادن از اینا که اصلا خودت کف میکنی وقتی میبینی. بذار یه چیزی رو بگم بهت ببینم اصلا کسی میتونه جواب بده. بچه ها طراح سوال میده، میگه در جاهایی که پتاسیم و کلور در کنار هم دیده میشوند چند مورد صحیح میباشند؟ در جاهایی که پتاسیم و کلور در کنار هم دیده میشوند چند مورد صحیح میباشند؟ کسی میتونه اینجا به من بگه پتاسیم و کلور کجاها با هم دیده میشن؟ میتونید بگید بچه ها؟ من دارم به صفحه چتتون نگاه میکنم، لطفا هر کی میدونه بگه. خانم نیلوفر، اصل، سحر، مانا، مریم و بهاره، آریان پسره، آره آریان، آره آره من فهمش مفتم خانم. نه آریان میگه توی غشا دیده میشن، نه پتاسیم و کلور توی غشا نیست. بقیه بگم ببینم، سنا،
آفرین آفرین مانا، در روزنه های نگه، در نگهبان های روزنه، در نگهبان های روزنه پتاسیم و کلر با هم میان بچه ها و باعث میشن آب اونجا جمع شه، نگهبان روزنه روزنه ها رو باز کنه. دیگه کجا با هم میبینیدشون؟ توی کانال هم نهاری هم کلن از غشا بیا بیرون، تو کانال هم نه مانا. دیگه کسی نظری نداره؟ آفرین بهاره، احسن. در لوله های مالپیگی اگر یارت باشه حشره یه همولنف داشت، یه روده داشت، بین همولنف و روده لوله های مالپیگی بودن که یونوهای پتاسیم و کلر رو با هم جا به جا میکرد. سومیش هم من میگم درون ادرار، جایی که داری ادرار رو میخونی، در کنار آب مواد دیگری وجود دارند اسم یونها، پتاسیم، اناسیل، کلر، اینا با هم دیده میشن. بنابراین وقتی طرح تست میده در جایی که پتاسیم و کلر با هم هستن، هم ادرار رو میتونی در نظر بگیری، هم لولای مالپیگی رو میتونی در نظر بگیری، هم سلولای نگهبان روزنه رو میتونی در نظر بگیری. آفرین که اینا رو گفتید و یادتون بوده. احسن، پس این دوتا یون خیلی مهمه. تازه پتاسیم هر جا هم که تجمع پیدا کنه آب جمع میشه، مثلا درون کوریچه توی گیاهان محل تجمع آب هم هست. سدیم و پتاسیم رو تو سال 11 هم تو فصل 1 خوندید. سدیم و پتاسیم همش از طریق کانال ها، از طریق پمپ جابجا میشدن و فضای نورون، محیط داخلی نورون رو میومدن به صورتی به تعادل میرسوندن، حالا با پتانسیل آرامش و عملی که انجام میشد. پس پتاسیم و سدیم هم با هم مهمه. بچه کلسیم از نظر کنکوری از همه اینا مهمتره، که میخوام پای تخته الان راجع به کلسیم کامل صحبت کنم، ببینید کجاهای کنکوری رو خوندید. پس ما کارهای شبکه آندوپلاسمی صاف رو به چهار دسته تقسیم میکنیم: یک، لیپید سازی، دو، سمزدایی، سه، تنظیم قند خون، چهار، ذخیره یون کلسیم، که راجع به این یون کلسیم الان میخوایم با هم دیگه صحبت کنیم. خب بچه ها کسی سوالی نداره؟ آره هم ببخشید، من هم میگفتن خانوما نمیدونستم تو هم هستی. خب کسی سوالی نداره دیگه، میخوام صفحه بعد راجع به یون کلسیم بنویسم. لطفاً با من یادداشت کنید تخته رو، ببینیم چه اتفاقهایی میفته.
بچه ها همه حواسا به من باشه. راجع به کلسیوم میخوایم صحبت کنیم. اولا تو یه چیزی یاد گرفتی که کلسیوم در شبکه اندوپلاسمی صاف ذخیره میشه و میتونه رهاسازی بشه. اما کلسیوم در زیست شناسی ما چه کارهایی انجام میده؟ شماره یک، بچه در استحکام نقش داره. مثلا استحکام استخوان هامون، مثلا استحکام دندان هامون. از بچگی به من و تو گفتن شیر بخور، ماست بخور، کلسیوم داره، استخونات متراکم میشه، سفت میشه، پوکی استخون نمیگیری. پس کلسیوم در استحکام استخوانا نقش داره. یادته؟ یاخته های گیاهی به دلیل اینکه گیاه ثابت بود، علاوه بر اینکه غشا داشتن، یه دیواره هم داشتن که ما نداریم. دیواره گیاهان میشد تیغه میانی، دیواره نخستین و دیواره پسین. بچه ها، دیواره گیاه در استحکام گیاه، محافظت از گیاه، جلوگیری از عوامل ورود عوامل بیماریزا، جلوگیری از نیشه حشرات نقش داشت. استحکام گیاه به یون کلسیوم نیازمنده. بنابراین وقتی داریم راجع به کلسیوم صحبت میکنیم و استحکامش، در استحکام استخوان‌ها و در گیاهان، در استحکام دیواره گیاهان نقش داره. دوم، کلسیوم در انعقاد خونمون نقش داره. بچه ها، در سال دهم فصل 4 گفتار 3 وقتی داشت خون رو درس میداد، در نهایتش اومد یه تعریفی کرد، گفت یاخته های بنیادی میلویدی مگاکاریوسیتی میسازن که قطع قطع میشه پلاکت، بدون هستن، بدون رنگن، کوچیکن، دانه دارن. پلاکت ها در زخم های، در برش های سطحی می اومدن در پوش ایجاد میکردن، به هم دیگه میچسبیدن و یک زخمی ایجاد میکردن، یک لختگی ایجاد میکردن، یک انعقاد کوچیکی ایجاد میکردن که خون از دست نره. ولی میگه وقتی برش عمیق باشه، وقتی دیواره مثلا سرخرگ آسیب ببینه، دیگه تجمع پلاکت ها اونجا جواب نمیده. خودت هم دیدی اگر یکی برشش خیلی عمیق باشه اونجا چه اتفاقی میفته؟ میریم بخیه میزنیم، دسته میمونه، بعد از مدت‌های جوش میخوره و حالا البته جاش هم که میمونه. حالا میگه در برش‌های عمیق از دیواره رگ آسیب دیده آنزیمی میاد ترشح میشه به اسم پروترومبیناز، که اسم علمیش ترومبوپلاستینه، ولی ما به اسم پروترومبیناز میشناسیمش. میگه پروترومبیناز میخواد پروترومبین رو تبدیل به ترومبین کنه. دانش آموز میگه پروترومبین چیه؟ میگم پروترومبین پروتئینایی هستند که تو کبد ساخته میشن، در پلاسمای خونمون وجود دارن. بچه ها، یعنی همین الان که من و تو هیچ برشی هم تو مون ایجاد نشده، پروتئینای معلول در پلاسمامون یکیش پروترومبینه. پروترومبیناز میاد پروترومبین رو تبدیل به ترومبین کنه، زورش نمیرسه. بچه ها، وقتی زورش نمیرسه میاد از دو عامل دیگه کمک میگیره. یکی از اون عاملا ویتامین کاه. ویتامین کایی که بچه ها محلول در چیه؟ در چربی. پس باید بدونیم که چربی ها در انعقاد خونمون نقش دارن، باید بدونیم رگ لنفی که چربی رو به جریان خون میاره در انعقاد خون نقش داره. پس در کنار پروترومبیناز، ویتامین کا هم داره کمک میکنه تا پروترومبین به ترومبین تبدیل بشه. اما پروترومبیناز و ویتامین کا دوتایی هم زورشون به این تبدیل نمیرسه. پس میام از یه عامل دیگه کمک میگیرم به اسم کلسیوم. پس اگر پرسیدن یونی که در انعقاد خون نقش داره، کیه؟ میگی کلسیوم. اگر کلسیوم بدن من تو به هر دلیلی کم باشه، انعقاد خونمون دچار مشکل میشه. بچه ها، پس اینجا شبکه اندوپلاسمی صاف نقش تعیین کننده ای داره و با رهاسازی کلسیومی که درون خودش ذخیره کرده کمک میکنه به انعقاد خون من و شما، که حالا بعدش هم یه نکته دیگه میخوام بگم.
پس در انعقاد خون پروترومومیناز ویتامین کا کلسیوم پروترومین رو به ترومبین تبدیل میکنن، ترومبین فیبرینوژنی که بازم پروتئین معلول در پلاسمامون هست رو به فیبرین تبدیل میکنه و عمل انعقاد انجام میشه. پس بچه ها کلسیوم یکی از کارهای مهمی که داره در بدن ما انجام میده علاوه بر استحکام نقش در انعقاد خونه. سومی انقباض ماهیچه هست. بچه نگاه کنیم به این صفحه، میگه ناقل عصبی میاد آزاد میشه، حالا به واسطه هر پیام عصبی که شکل میگیره. ناقل عصبی مثلا در ماهیچه هامون استیلکولینا هستن که ساختار به اصطلاح شباهت ساختاری خیلی زیادی به نیکوتین دارن و نیکوتین خیلی موقع میتونه جاشون رو بگیره. به خاطر همون هم اونایی که مواد مخدر مصرف میکنن میخوان ترک کنن بدن درد دارن. چرا؟ چون نیکوتین جای ناقل عصبی معروف بدن یعنی استیلکولین رو گرفته که حالا بعد از یه مدتی دوباره برمیگره سرش. حالا برام من میخوام ماهیچه هامو منقبض کنم، استیلکولین آزاد میشه به عنوان ناقل عصبی، میاد روی شبکه اندوپلاسمی صاف یک تار ماهیچه ایم تأثیر میزنه. بچه ها به شبکه اندوپلاسمی صاف یک تار ماهیچه ایم میگن شبکه سارکوپلاسمی، اسمش تو کتابت نیست ولی بدون اطراف یک تار رو وقتی بررسی میکنن شبکه اندوپلاسمی صاف داره. کار شبکه اندوپلاسمی صاف درون یک تار ماهیچه‌ای چیه؟ کارش بچه ها ذخیره و رهاسازی یون کلسیم. حالا چرا؟ وقتی این اتفاق میفته ناقل عصبی به این یک آلارمو میده، ایشون رهاسازی کلسیم انجام میده به سارکومر. سارکومر اگه یادت باشه چی بود؟ واحد انقباضی بود. اگر یادت باشه سارکومر رشته های پروتئینی نازکی داشت به اسم اکتین، رشته های پروتئینی ضخیمی داشت به اسم میوزین. میوزین اکتین رو میورد داخل، میورد بیرون، ماهیچه انقباض میکرد، استراحت، تغییر طول نمیدادن، صرفا به داخل حرکت میکردن و به سمت بیرون رها میشدن. پس ناقل های عصبی با اثر روی شبکه اندوپلاسمی صاف باعث رهاسازی یون کلسیوم سارکومر میشن. سارکومر وقتی کلسیوم میبینه به راحتی میتونه انقباضات اکتین و میوزین رو انجام بده و ماهیچه چی بشه؟ منقبض بشه. خیلی از ورزشکارای حرفه‌ای موقعی که مسابقه دارن کشک خشک میمکن. چرا؟ کشک خشک بچا بمب کلسیومه. وقتی اینو میخورن از کوفتگیشون جلوگیری میشه، از خستگیشون، از اون آسیب‌ها و ضربایی که خوردن جلوگیری میشه. چون انقباض ماهیچه رو آسان‌تر میکنه، دیرتر خسته میشن و مسابقهشون میرسن. خیلی از دانش آموزای کنکوری من بهشون میگم بابا سراغ قهوه و های پوینت چیزا نرو، اونا ضرر دارن. برو هر چند وقت یه بار کشک خشک بمک. اون کلسیومی که وارد بدنت میشه باعث میشه به اصطلاح بدنت خیلی سرحالتر و شادابتر باشه، خسته نشی، کوفته نشی، کلافه نشی و بتونی درس بخونی. چرا؟ چون یون کلسیوم در انقباضهای ماهیچه فوق‌العاده زیاد موثر. اما نکته آخر اینجا نوشتم یون کلسیوم در ترشح برخی از مواد موثره. ترشح شدن به معنای اگزوسیتوز بچه. اگزوسیتوز اسم فارسیش میشه برونرانی و این برونرانیه که اینجا با هم دیگه میخونیم همون رها شدن است. خیلی خوب گوش بده بچه ها، توی جزوه‌مون هم نوشتم بنویسن آزاد کردن، رها کردن و اینا غلطه، اونا اگزوسیتوز نمیشه. ولی اگه از فعل شدن استفاده کنه، رها شدن، آزاد شدن، اینا میشه، یا ترشح شدن، اینا میشه اگزوسیتوز. کلسیوم در اگزوسیتوز یا ترشح برخی از مواد نقش داره. دانش آموز میگه کجا؟ میگن در اگزوسیتوز پیام عصبی نقش داره، در اگزوسیتوز یا آزاد شدن یا ترشح هیستامین نقش داره. بیا با هم بخونیم ببینیم نقشش چیه. نگاه کن قشنگ اینجا رو بچه ها، میگیم اگه این یه نورون باشه، اینجا دندریت یا دندریت داریم، اینجا جسم سلولی یا جسم یاخته‌ای داریم، اینجا هم آکسون یا آسه داریم. پیام ها میان به پایانه آکسون میرسن، در پایانه آکسون پس از پتانسیل عمل پیام عصبی اگزوسیتوز میشه به فضایی به اسم فضای چی؟ سیناپسی. اگزوسیتوز پیام عصبی اولا بدونیم همیشه با مصرف چیه؟ ATP. اصلا خانم آهون کلن سیتوز ها مصرف ATP دارن. اگزوسیتوز، اندوسیتوز، فاگوسیتوز. فاگوسیتوز خودش نوعی اندوسیتوزه، اینا با مصرف ATP هن. پس آزاد شدن یا اگزوسیتوز پیام عصبی از پایان آکسونی قطعا با مصرف انرژی همراه که هیچ، در کنارش یون کلسیوم هم به این اگزوسیتوز کمک میکنه. یعنی اگر کلسیوم بدن یه فردی کم باشه ممکنه در ایجاد پیام عصبی، ببخشید در آزاد شدن پیام عصبی هم به مشکل بخوره.
ممکنه فرد به جز انقباض ماهیچه و انعقاد خون در استحکامش هم به مشکل بخوره. پس اگزوسیتوز پیام عصبی قطعاً به کمک یون کلسیوم احتیاج داره. و بعدی یه لنفوسیتی رو تعریف می‌کردیم در دفاع اختصاصی به اسم لنفوسیت بی. لنفوسیت بی میتونست در برخورد با یک آلرژن قرار بگیره. آلرژن یعنی ماده حساسیت زا. بچه‌ها ممکنه ماده حساسیت زا برای من سیر باشه، برای تو فلفل باشه، برای یکی گرده گل باشه، برای یکی بادمجون باشه. بچه‌ها به هر حال به اینایی که حساسیت رو ایجاد میکنن میگن آلرژن. حالا این آلرژن در برخورد اولش با لنفوسیت بی باعث رشد و تکثیر و تقسیم لنفوسیت بی میشه، بی به بی خاطره تقسیم میشه و پلاسموسیت که همون پادتنساز معروف، این پادتنساز میاد پادتنا رو میسازه. بچه ما در بدنمون یک بیگانه خاری داریم به اسم ماستوسیت توی بافتامون. ماستوسیت جزء بیگانه خارهایی بود مثل سلای دندریتی که هم با محیط بیرون در ارتباط بود هم با محیط داخلی. ماستوسیت ها همین الانی که داریم با هم حرف میزنیم و هیچ آلرژی تومون ایجاد نشده دارن هیستامین رو تولید میکنن درون خودشون. یعنی صرفا هیستامین ها توی ماستوسیت دارن تولید میشن، رها نمیشن. وقتی من سیر خوردم به عنوان آلرژن، لنفوسیت بیم بیه خاطره پادتن ساخته. بچه ها پادتن ها میان روی ماستوسیت من قرار میگیرن. 10 سال بعد میشه، 10 سال بعد من دوباره سیر میخورم. دوباره که سیر خوردم، سیره دیگه رو بی تأثیر نداره، میاد روی پادتن های سطح ماستوسیت قرار میگیره. وقتی رو پادتن های سطح ماستوسیت قرار گرفت، ماستوسیت پاره میشه، هیستامینایی که قبلا تولید کرده بود به محیط آزاد میشن. آزاد شدن هیستامین سبب بروز آلرژی میشه. به خاطر همینه آلرژی هیچ وقت دیگه درمان پذیر نیست، چون سیف شده، پادتن رو ماستوسیتت مونده. هر وقت اون آلرژن باید برخورد کنه باعث پاره شدن ماستوسیت و رها شدن هیستامین میشن. حالا آزاد شدن یا رهایی هیستامین میشه اگزوسیتوز و اگزوسیتوزشون به کمک یون کلسیوم. پس 4 تا کار مهم کلسیوم: 1 استحکام، 2 انعقاد خونه، 3 انقباض ماهیچه، 4 ترشح برخی از موادیه که با همدیگه توضیح دادیم. خب بچه ها یه دور بیاید با همدیگه مرور کنیم. خیلی دوست دارم سریع تایپ کنید، سوالایی هم که دارید بپرسید، ببینیم چه اتفاقهایی خواهد افتاد. بچه ها نگاه کنیم، من میگم شما جواب بدید. 4 تا کار مهم و شبکه ی اندوپلاسمی صاف میخواست انجام بده. سریع بگو ببینم اون 4 تا کار مهم چی بود که انجام میداد. بذار تخترم بیارم اینجاست. این 4 تا بگید سریع. آفرین آفرین، احسنت احسنت، آفرین بچه ها. پس بیاییم با هم مرور کنیم: 1 لیپید سازی، 2 سمزدایی، 3 تنظیم قند خون، 4 بچه ها ذخیره یون کلسیوم. حالا همه من بگم ببینم، وقتی داریم اینا رو بررسی میکنیم، خود کلسیوم 4 تا کار مهم انجام میده. لطفا بگو 4 تا کار مهم کلسیومو قشنگ بگو، همه گی یاد بگیریم 4 تا کار مهم کلسیوم چیه بچه ها. 1 همه بگن، 1 کار مهم کلسیوم استحکام در استخوان و دیواره ها. 2 کار مهمش چیه بچه ها؟ انعقاد خون. احسن. 3 کار مهمش چیه؟ سری انقباض ماهیچه. آفرین بهاره. 4 کار مهمش چیه بچه ها؟ ترشح برخی از مواد رو کمک میکنه یا به اگزوسیتوز برخی از مواد کمک میکنه. خب این میشه کارهای یون کلسیوم. حالا اول راجع به دوتا چیز صحبت میکنم، بعد پای تخته مینویسم و سوال میکنم ازتون به عنوان یک نکته کنکوری که اصلا خیلی جذاب میتونه باشه. بچه ها نگاه کنید، ما اینجا بنویسم اول، دوتا هورمون داریم، یکی از تیروئید میاد به اسم کلسیتونین، یه هورمون دیگه هم داریم خودش مستقله به اسم پاراتیروئید. اجازه بدید بنویسم بعد صحبت کنیم راجبش.
خب همه نگاه کنن، ما دوتا هورمون داریم، یکیش کلسیتونینه، کلسیتونین رو با اکسیتوسین اشتباه نگیره، کلسیتونین. کلسیتونین از تیروئید میاد و تنها محرکش کلسیومه. وقتی کلسیم خون زیاد میشه کلسیتونین میاد کلسیم خون رو کم میکنه میده به استخوان. پس کلسیتونین در استحکام نقش داره. خیلی راحت میتونیم اینو بگیم، کلسیتونین در استحکام نقش داره بچه، چون کلسیم خون رو کاهش میده، کلسیم استخوان رو افزایش میده. دوم پاراتیروئیده. بچه ها وقتی پاراتیروئید ها رو داری بررسی میکنی، اولا پاراتورمون بهش میگن، چهار غده پشت تیروئید که اینا به طور مستقل عمل میکنن و هدف از عمل کردشون چیه؟ کلسیوم خون رو زیاد میکنن به واسطه راه های مختلف. یک، کلسیوم از استخوان میگیرن میدن به خون، یعنی باعث کاهش کلسیوم استخوان، افزایش کلسیوم خون میشن. دو، بازجذب کلسیوم از کلیه دارن، یعنی کلسیوم کلیه رو کم میکنن، کلسیوم میدن به خون، کلسیوم خون زیاد میشه. سه، رو ویتامین دی روده تاثیر میذارن و باعث میشن کلسیوم خون زیاد بشه. پس خانوما و آقایون خوب دقت کنید، در زیاد و کم شدن کلسیوم خون دو تا هورمون شرکت میکنن، پاراتیروئید و کلسیتونین. کلسیتونین کلسیوم خون رو کاهش، پاراتیروئید کلسیوم خون رو به سه روش افزایش. یک، از استخون میگیره به خون میده. دو، بازجذب میکنه کلسیوم از کلیه و به خون میده. سه، رو ویتامین دی روده تاثیر میذاره و کلسیوم رو به خون میده. حالا من طراح میشم، تو داوطلب میشی، کنکور 1400 سر جلسه کنکور سوال میده طراح که ویتامین های مؤثر در انعقاد خون چیا هستن. تو فکر میکنی، میگی پور میرزایی رو تخته پیش که درس داد ویتامین مؤثر در انعقاد خون و ویتامین کا گفت، درسته؟ پس اینجا جواب میدم، ویتامینی که در انعقاد خون شرکت داره ویتامین کاست، که این ویتامین کا مستقیما در انعقاد خون شرکت. اما جواب فقط این نیست بچه ها، خوب دقت کن این تصویر رو. اینجا علاوه بر ویتامین کا کلسیوم هم داشت در انعقاد خون شرکت میکرد. خب چه ربطی به ویتامین داره آقا؟ چی داری میگی اصلا؟ ویتامین الان چیه؟ بچه ها الان یه چیزی به شما گفتم، گفتم ویتامین دی باعث افزایش کلسیوم خون میشه، پس در جواب میتونم بگم ویتامین دی هم به طور غیر مستقیم در انعقاد خون شرکت میکنه. چرا؟ چون باعث افزایش کلسیوم میشه. پس بچه ها ویتامین های دخیل در انعقاد خون، یک، کا به طور مستقیم، دو، دی به طور غیر مستقیم. اگه ازت پرسیدن چرا، میگی دی باعث افزایش کلسیوم میشه، کلسیوم در انعقاد خون موثره. و بدونیم هم ویتامین دی هم ویتامین کا محلول در چربیه. سوال دوم، طراح ازت چی داره میپرسه؟ طراح ازت اینو میپرسه، طراح میگه که اگر پاراتیروئید پرکار بشه، پرکاری پاراتیروئید، پرکاری تیروئید نه، پرکاری تیروئید که علائم خاصه به خودش داره و کمکاریش، پرکاری پاراتیروئید اگر دیده بشه آیا در شنوایی و بینایی تأثیر داره یا نه؟ اول بیا بینایی با هم دیگه کار کنیم. من سوال دارم میپرسم، بچه ها شما جواب بدید، همه هستید دیگه. میگم که پرکاری پاراتیروئید در بینایی نقش داره یا نداره؟ لطفا جواب بده، من ثبت میکنم میخونم بعد بهت میگم که چه تأثیری داره. آریان، مانا، بهاره، خانم نیلوفر ملکنیا، پرکاری پاراتیروئید در بینایی تأثیر داره یا نداره؟ نیکا خانوم، بچه ها صدامو دارید؟ جواب نمیده. آره فکر کنم بچه ها هیچکی جواب نمیده؟ یه حضور میزنید، یه اوکی میگید من مطمئنشم که الان منو دارید، صدام و تصویرمو. واقعا جواب نمیدن ها؟
آه نیلوفر گفت هستیم. احسن. آه خب هستید پس. هستید. اوکی. حواسا به من باشه. پرسیدم پرکاری پاراتیروئید در بینایی نقش داره یا نداره. سوالم این بود و دوست داشتم یک اظهار نظری بکنید. بچه علائمو نشون بدید چون کلاس آنلاینه. یه هویی من فکر میکنم دارم همینجوری برای خودم حرف میزنم میرم و نه صدا دارم نه تصویر و اتفاق خوبی نمیفته اون موقع. خب همه گوشا با من هست دیگه، همه حواسا با من هست که ببینیم پرکاری پاراتیروئید چه تأثیر روی بینایی داره. خیلی خوب گوش بده. ما وقتی داشتیم چشم رو بررسی میکردیم میگفتیم بیرونی ترین لایه صلبی است، به کنار قرنیه رو میسازه. لایه وسطی میگفتیم مشیمی است که جسم مژگانی یا مایچای مژگانی رو میسازه و عنبیه، و در نهایت لایه داخلی شبکیه بود که در جلوی چشم شفاف میشد، میشد عدسی. میگفت عدسی تطابق انجام میده، یعنی با قطور شدنش باعث میشه اجسام نزدیک رو ببینی و با نازک شدن و باریک شدنش باعث میشه اجسام دور رو ببینیم. بچه خب حالا چجوری عدسی نازک میشه؟ چجوری عدسی قطور میشه؟ میگم عدسی به واسطه تارهای آویزی که اونجا هست به جسم مژگانی یا مایچه‌های مژگانی چسبیده. مایچه‌های مژگانی با انقباض خودشون باعث میشن که عدسی قطور بشه، با استراحت خودشون باعث میشن عدسی نازک بشه. پس نتیجه بگیرم، قطور شدن و باریک شدن عدسی به انقباض و استراحت ماهیچه های مژگانی ربط داره. و الان نتیجه جذابتر بگیرم، یونی که در انقباض ماهیچه ها نقشش کی بود؟ کلسیوم بود. پاراتیروئید باعث میشه کلسیوم خون بره بالا. وقتی کلسیم خون بالا باعث میشه انقباضات و استراحت ماهیچه مژگانی هم راحت‌تر انجام بگیره. پس پرکاری پاراتیروئید و افزایش کلسیم در خون باعث بهتر کار کردن ماهیچه های مژگانی و در نتیجه بهتر شدن بینایی میشه. بچه ها خیلی خوب این نکته رو یاد بگیرید. پس پرکاری پاراتیروئید باعث افزایش یا بهتر شدن بینایی میشه. چرا؟ چون با افزایش کلسیم باعث میشه انقباض ماهیچه‌های مژگانی چی بشه؟ راحت تر بشه. خیلی جذاب این نکته توی کنکورم. نکته بعدی دقت کن. میگه پرکاری پاراتیروئید در شنوایی چه نقشی داره؟ بچه ها به نظرتون شنوایی رو بهتر میکنه یا به نظرتون شنوایی رو بدتر یا کمتر میکنه؟ میشه اینو به من بگید؟ کسی میتونه حدس بزنه؟ الان که فهمیدید پاراتیروئید پرکاریش باعث افزایش کلسیوم میشه، حالا که کلسیوم با پرکاری پاراتیروئید زیاد شده، میخوایم ببینیم تو شنوایی تاثیر مثبت داره یا تاثیر منفی داره. بچه ها یکم فعالیتمون رو توی کلاس بیشتر کنیم دیگه، میخوایم با هم دیگه تحلیل کنیم، تکرار کنیم، یاد بگیریم. یه تایپ کردنه. ببینید به نظرتون یه بیشتر بنویسید یا یه کمتر، بعد با هم دیگه نظرها رو میبینیم و مرور میکنیم. خب جوابی ندارن. نگاه کنیم، خوب دقت کنیم. مگه نمیگیم پرکاری پاراتیروئید باعث افزایش کلسیم خون میشه؟ مگه نگفتم که یکی از عللی که پاراتیروئید کلسیم خون افزایش میده گرفتن کلسیم از استخوانه؟ پس پاراتیروئید وقتی پرکاری داره کلسیم استخوان کم، کلسیم خون زیاد میشه. بنابراین خانم داوطلب، آقای داوطلب، وقتی پاراتیروئید پرکاره و کلسیم استخوان کم میشه، در گوشمونم برای انتقال ارتعاش استخوانهای چکشی و سندانی و رکابی داری. پس کلسیم این سه تا استخوان کوچکم کم میشه. پس پرکاری پاراتیروئید باعث بچه‌ها کاهش شنوایی میشه. اگه پرسیدن چرا، میگی به خاطر اینکه کلسیم استخوان‌ها رو چیکار میکنه؟ کم میکنه. و وقتی کلسیم استخوان‌ها رو کاهش داد، کدوم استخوان‌ها؟ چکشی، سندانی و رکابی.
دیگه ارتعاش‌ها به صورت منظم و دقیق به بخش دهلیزی ببخشید به بخش حلزونی نمیرسن. بنابراین پرکاری پاراتیروید که موجب افزایش کلسیم میشه در بینایی باعث بهتر دیده شدن و در شنوایی باعث کاهش شنوایی میشه که یه تست مفهومی و ترکیبی میتونه در کنکورمون باشه. همه متوجه شدن بچه ها چی شد؟ کسی از سوالی داشته باشه؟ آفرین بهاره گفته بود منفی. کسی سوالی نداره راجع به این؟ خب برم سراغ تخته بعدی، برم سراغ ریبوزوم های معروف که با فصل یک سال 12 ترکیب میشه و خیلی هم مهمه برای اون بچه. خب همه حواسا به من باشه بچه ها، خیلی خوب نگاه کنید ببینیم چه اتفاقایی میفته. حواسا به من، ما ریبوزومی رو میخواییم بررسی کنیم که در کتابای نظام قدیم بهش میگفتن اندامک بدون غشا، الان میگن یه ساختار بدون غشا. ریبوزوم رو شما روی شبکه اندوپلاسمی زبر تو تختای قبل با من بررسی کردید. بچه ها ریبوزوم ها رو وقتی با هم دیگه بررسی کردیم یک نکته ای رو فهمیدیم، محل ساخت تمامی پروتئین ها توی ریبوزوم. اما این ریبوزوم بهتر بشناسیم تا تو سال 12 دوچار مشکل نشیم. نگاه کن، ریبوزوم ها دارای دو تا زیرواحد بزرگ و کوچک هستن. بذار رنگ قلمم رو عوض کنم. یه زیرواحد بزرگ دارن و یه زیرواحد کوچیک. اینجا میشه زیرواحد کوچیکه، اینجا میشه زیرواحد بزرگی. شبیه تو خوب شانسی هم. این زیرواحد کوچیک جدا، زیرواحد بزرگ جدا. وقتی میخوان انجام عمل کنن این دوتا میان روی هم قرار میگیرن و ساختار رو تکمیل میکنن. دارای سه جایگاه هم بچه ها. یه جایگاه ای دارن که جایگاه ای برای خروج اگزیته. یه جایگاه پی دارن که در این جایگاه پیوند پپتیدی برقرار میشه. و یه جایگاه آ دارن که جایگاه حضور کیاست؟ آمینو اسید هاست. پس اگر ازم پرسیدن ریبوزوم ها دارای چند زیرواحد، میگی دو زیرواحد کوچک و بزرگ. اگه پرسیدن چند تا جایگاه دارن، میگی سه تا جایگاه، جایگاه ای، جایگاه پی، جایگاه آ. ای برای خروج، پی محل پیوند پپتیدی و آ جایگاه آمینو اسیده که باید بتونی. اما ریبوزوم ها محل ساخت پروتئین بود. میگم دی ان ا پلیمراز به عنوان آنزیم یک پروتئینه توی ریبوزوم ساخته.
میگم پروتئاز ها آنزیم هایی هستن پروتئینی توی ریبوزوم ساخته میشه. میگم هورمون مثلا T3 T4 هورمون های پروتئینی هستن توی ریبوزوم ساخته میشه. هر چیزی که پروتئینیه توی ریبوزوم ساخته میشه. اما حواست به من باشه، ریبوزوم ها یا درون سیتوپلاسم آزادن و رهان، یعنی مستقلن توی سیتوپلاسم یک یاخته ای که اول خوندیم ولن رها شدن، یا ریبوزوم ها فیکس شدن روی شبکه آندوپلاسمی زب. پس ما دو دسته ریبوزوم توی کنکورمون بررسی میکنیم، ریبوزوم هایی که در سیتوپلاسم رها و آزادن، ریبوزوم هایی که فیکس شدن روی شبکه آندوپلاسمی زب. اما درسته دو دستن، هر دوتاشون، هر دو دستشون چی میسازن؟ پروتئین میسازن. یعنی ریبوزوم بی برو برگرد داره پروتئین رو میسازه، اما جایگاهشون مختلفه، یا توی سیتوپلاسم ول و آزادن، یا روی شبکه آندوپلاسمی زبر فیکس شدن. حالا ببینیم سرنوشت پروتئین هایی که میسازن به کجا میره. بچه ها اون ریبوزوم هایی که درون سیتوپلاسم آزادن و پروتئین ها رو توی سیتوپلاسم میسازن، پروتئین هاشون 4 تا اتفاق براشون میفته. یا پروتئین ها میرن توی هسته قرار میگیرن، یا پروتئین‌ها در همون سیتوپلاسم باقی میمونن، یا پروتئین‌ها به میتوکندری یا راکیزه میرن، یا پروتئین‌ها به کلروپلاست یا سبز دیسه میرن. پس خانوم آقا، وقتی در فصل 5 سال 12 درون میتوکندری رو بررسی میکردم، گفتم درونش پروتئین هایی وجود داره، میگی این پروتئین ها در ریبوزوم های آزاد سیتوپلاسم ساخته شدن. دانش آموز میگه چرا؟ میگیم چون سرنوشت پروتئین های آزاد سیتوپلاسم یکیش اینه که به میتوکندری بره. وقتی فصل 6 سال 12 با هم میخونیم به عنوان فتوسنتز، روی غشای تیلاکوئید پروتئین های حضور داره. اون پروتئین ها کجا ساخته شدن؟ در ریبوزوم های آزاد درون سیتوپلاسم، چون سرنوشتشون یکیش کلروپلاسته. توی هسته پروتئین میبینم، بله، کیا میسازن؟ اونایی که آزاد توی سیتوپلاسم. اما وقتی شبکه آندوپلاسمی زبر و ریبوزوماش بررسی میشن، اینا هم پروتئین میسازن. اما پروتئینی که در ریبوزوم های روی زبر ساخته میشه، ابتدا به جسم گلجی میره. وقتی در جسم گلجی رفت و نشانه گذاری و بسته بندی شد، 3 تا اتفاق میتونه براش بیفته. یا به لیزوزوم یا کافنده تن بره، یا به واکول یا کوریچه بره، یا از سلول خارج بشه و اگزوسیتوز انجام بشه. پس یه دور با هم دیگه مرور کنیم، همه به من جواب بدن. دوست دارم همه اینجا تایپ کنن و جوابا رو بگن. بچه ها، ریبوزوما غشا دارن یا ندارن؟ بگو ببینم. همه تایپ کنن لطفاً، همه حواسا به من و جواب سوالمو بدید. دیگه اینجا میخوایم تکرار کنیم تا همه چیز یادمون بمونه. آفرین، ریبوزوم غشا نداره. بریم سراغ دومیش. ریبوزوم دو زیرواحد بزرگ و کوچیک داره که نمیخواد تکرار کنیم. ریبوزوم 3 تا جایگاه داره.